و ادامه درس گذشته خوش آمدید و درس نهم از برنامه مایکروسافت آفیس وورد. خب در درس امروز منوی یا تب رفرنس میخوانیم. همونطور که قبلا در اینجا کار کردیم که ما چطور از قسمت هیدینگ ها میتونیم که تنظیمات خود را بیاریم و اینا را هیدینگ ها را چطور به صورت اساسی و آسان بتانیم که دیزاین بیتیم تا چی شوه، تا اینا یک دیزاین خاص بگیره. مثلا اونا یک مربوطی یک عنوان اصلی داریم، یک عنوان های عنوان داریم، یکی بعد از اون عنوان زیر عنوان عنوان اصلی یک عنوان های دیگه میایه. همونطور مثلا میتونیم زیر چپتر وان هر چپتر عنوان های دیگه هم داشته باشیم، اما که نداریم فعلا، فقط به طور مثال اینا رو کار میکنیم. خب ما یک داکومنت دو صفحه ای داریم و این عنوان اصلی ما هسته، این عنوان های فرعی ما هسته و عنوان های فرعی تر هم میتونیم بازم داشته باشیم. ما این را در قسمت دیزاین کار کردیم که چگونه اینا رو میتونیم که شکل هایش را تغییر بدیم، مثلا این شکل را تغییر بدیم، رنگ ها اینایش را. امروز در قسمت رفرنس میایم یک از استفاده های مؤثر دیگه زیر یاد میگیریم. استفاده ازی چی هست؟ میتونیم که در قسمت اول متن خود آمده تیبل اف کانتنت یا فهرست مطالب را از این قسمت جور کنیم. یک از این تیبل اف کانتنت را انتخاب میکنم، مثلا این قسمت را انتخاب میکنم. برای ما تیبل اف کانتنت را به صورت اتوماتیک دات. خب در اینجا ما میتونم که تیبل اف کانتنت خود بیارم، بازم میتونم از قسمت دیزاین تغییر یک قسمت را تغییر بتوم. دیزاین تیبل اف کانتنت ما بازم تغییر میکنم و مهمتر از همه ما میتونم که مثلا در زیر مجموعه، وقتی که زیر مجموعه اینو هر چپتر خود که یک چیز اضافه کنم، عنوان اضافه کنم، مثلا هارد بیار یک قسمت و در قسمت سافت و اضافه میکنم، اینا را میایم هیدینگ گذاری میکنم. خب اینا بخاطر که این قبلی چپتر هیدینگ یک بود، اینا زیر مجموعه زی هست، پس از هیدینگ دو استفاده میکنیم. اگر اینا بازم زیر مجموعه داشت، از هیدینگ سه استفاده میکنیم. اینا تفاوتش میبینیم که چی تفاوت داره، چرا باید کار کنیم. خب یک قسمت میایم در قسمت اپدیت تیبل، update entire table. اوکی ببینید به این شکل تمام تغییرات که میاریم فقط کافیه update کنیم اینجا و تمامش در اینجا update میشه برای ما update میشه و میتونیم که اینا اگر هر کدوم از این زیر مجموعه داشته باشه بازم اونا یکم پیشتر میاد، یعنی فهمیده میشه که اونام زیر مجموعه از این هسته. از heading 3 استفاده کنیم به این تغییرات بر ما میاد و در اینجا فهمیده میشه که زیر مجموعه هاردویر است، این عنوان های زیر زمینه. پس هیدینگ ها این استفاده ها هم داره. در قسمت بعدی ما فوت نوت و این نوت داریم. یکی فوت نوت داریم که در آخر صفحه ما میتونیم توضیح درباره یک کلمه در برنامه ما داریم، مثلا درباره این زمین ما میخوایم یک توضیحات در زیر صفحه اضافه کنیم. من میگم مثلا it is a Greek word, it means wisdom. به این شکل میتونم در آخر از این صفحه اضافه کنم. بازم یک دوباره از این نوت اضافه میکنم، دومی رو بر ما اضافه میکنم، هر خبر اضافه کنم. و در اینجا یک عدد دو بعد اولیش عدد یک اضافه میشن. ببینید در اولی یک عدد یک اینجا اضافه شده ایدام میشه. ما اونجا وقت اونجا میرسیم، اگر معنایش نفهمیدیم در اینجا بر ما علامت میتن که میتونی در پایین صفحه در پاورقی ببینی و معنای زیر بفهمی. اینجا ما مثلا در باریز یک چیز نوشته میکنم it means knowledge. و فوت نوت یکی این نوت داریم، یکی فوت نوت داریم.
که فوت این نوت بر ما چیکار میکنه؟ فوت نوت خواندیم، این نوت بر ما چیکار میکنه؟ این نوت بر ما در آخر داکومنت ما میبرم این کار، در آخر کتاب ما. شما هر دوی زنان در کتاب های خواندید احتمالا دیده باشد که بعضی کتاب ها از فوت نوت استفاده میکنه، بعضی کتاب های دیگه از این نوت استفاده میکنه. همین توضیحات را شما با فوت نوت میتونید در آخر کتاب ببرید. مثلا من میایم این مثلا کیپ را دوبارهش توضیحات میتونم در قسمت کرسر خود مانده این نوت کلیک میکنم، من در آخر داکومنت میبرم. اینجا میتونم همین توضیحات را اینجا بگذارم. It is it's a place it's a place in Kabul مثلا Kabul city. به این شکل شما میتونید که فوتنوت و این نوت را اضافه کنید. خب در قسمت بعدی ما next این نوت و next فوتنوت و previous این نوت و previous فوتنوت داریم که میتونیم که اگر دکمنت های ما زیاد باشه ما میتونیم که از چون این به درستی به اینجا فهمیده نمیشه در تایش هم خورد است. به خاطر از ما دانه به دانه به دیگرش به دوال است ما دانه به دانه این را بررسی کده بروم. نیکس فوت نوت میزنم، همونطور نیکس فوت نوت زدم برو مرد یکی بعدیش برده میبره، همونطور پریویسیش مرا در قبلی میره. خب در اینجا یک گزینه دیگر هم میخونیم، با دیگر از نور کار نداریم. یکی انزرت سایتیشن است. سایتیشن کسایی که در دانشگاه ها درس خوانده و اینا میتونه با سایتیشن اینا آشنا هستن که ما باید یک بعضی وقتا یک مقاله نوشته میکنیم و دو چیکار میکنیم؟ دو میگوییم که اینی نوشته رو ما از فلان جای برداشتیم، از فلان کتاب برداشتیم، از فلان فیلم برداشتیم، از فلان مجله برداشتیم یا از فلان مصاحبه برداشتیم. مثلا این جمله از اینجا شروع میشه تا اینجا ختم میشه. خب اینی میرم من چی رقم اضافه کنم؟ قانون چیست؟ من در یک چی دارم؟ مثلا یک کتابی دارم، یک کتاب را زیر کار دارم، از او از ده منبع استفاده کردیم و به خاطر از اینکه بیایم به صورت کوتاه هر ده تا از زیر هر ده تا از زیر جملاتش را منبع بیتم، جملاتی که میگم منبع بیتم، میایم از قسمت سایتیشن استفاده میکنم. Add new source به شکل منیو جدید بر ما باز میشه. اینجا انواع و اقسامی چی داریم؟ بوک هست، منبع داریم، بوک سیکشن، جورنال، آرتیکل این پیریودیکل، رپورت، عمود مصاحبه و چیزهای مختلف هست. مثلا ما از کتاب میگیریم، میگن نام نویسندهش کیست؟ نویسندهش میگم هست جان ویلیامز. تایتل کتابش چیست؟ من میگم که مثلا New World, New Ideas و فرض همچین کتاب عنوانش هست. کدام سال میگم؟ 2021 چاپ شده. کدام شهر؟ میگم نیویورک. و این منتشر کندهش چیه یا همین انتشاراتی که رو نشر کده کدام انتشارات هست؟ من میگم Green Publishers. این رو اوکی میکنم. برای ما اینمی را میاره که چی هست؟ اینی جمله از اینجای آدم گرفته است و این را بخاطر از اینکه بفهمیم که آدم کی هست در آخر کتاب و قانونهای خود داره که ما در آخر کتاب میاییم اما فول یا منبع مکمل را نوشته میکنم در اونجا. کتاب را با تمام مشخصاتش نوشته میکنم، نویسنده را با نام مکملش، انتشارات را، تمام چیز را در اونجا داخل نوشته میکنم به عنوان sources. باز از اونجا ما میتونیم بفهمیم که اینجا کم گنگ آمد. ویلیامز مثلا 2021 یعنی چی؟ یکی داخل کتاب در قسمت sources اگر ما مشتاق مطالعه بیشتر بودیم میتونیم از اونجا پیدا کده و بخونیم. خب